هفته پیش وقتی تصمیم گرفتم چند روز بیشتر در کازان بمونم، رفتم به نمایشگاه هوایی که به مناسبت روز هوانوردی برگزار شده بود و سپس به اطراف کازان رفتم و سری زدم به یک معبد به نام معبد تمام ادیان که توسط هنرمند روز ایلدار خانوف در دهه 90 میلادی ساخته شده بود. بعد از چند روز در کازان میبایست این شهر بسیار زیبا و پاکیزه با مردمانی بسیار مهربان رو ترک میکردم. ساعت یک شب بود که به ایستگاه قطار رفتم. طبق معمول در ورودی ایستگاه قطار اسباب ها رو بازرسی میکردم. مقصد بعدی شهر ایرکوت در سیبری بود که حدود 4500 کیلومتر تا اونجا راه داشتم. رفتم به سکوی قطار و بعد از مدتی هم قطار اومد. به دلیل نبود نور در واگن و رعایت کردن کسانی که خواب بودن، فیلمبرداری نکردم تا صبح روز بعد. صبح بخیر. ساعت 12 ظهره. از دیشب که حدود ساعت دیگه 3 شب شد تا خوابیدم تا 12 ظهر، ولی اولین بار نمیدونم بعد از چندین ساله که تا 12 ظهر میخوابم، ولی خیلی لذت بخش شدن. کلا تو یه چی دیگه میشینم تکون میخوره مثل قطار و اتوبوس و هواپیما، سری خوابم میبره و دیگه تلافی این چند روز گذشته رو در آوردم. خیلی خسته بودم. قطارم داره میره همینجوری، نمیدونم کجا. همه هم بیدار شدن ظاهرا. میام پایین یه دستورتی میشورم و برم صبحونه یا نهار بخورم. یه لنگه دمپاییم نبود. یادم دیشب تو تاریکی وقتی از پام درآوردم گذاشته بودمش همینجا. خانم همواگونی میگفت که اسبابامونو بردار و زیرشو خوب نگاه کن. هنوز مغزم بیدار نشده بود و به کار نیفتاده بود. همه اسبابا رو آوردم بیرون ولی لنگه دمپایی نبود که نبود. رفتم یکم اون طرفتر زیر تخت همسایه رو بگردم. خلاش. همه دست به کار شده بودن تا که لنگه دمپایی رو پیدا بکنن. پیدا شد. بالاخره پیدا شد و این گم شدن و گشتن و پیدا شدن لنگه دمپایی باعث شد که همون اول کار با همسایه ها آشنا بشن و به قول معروف سر صحبت باز بشن. همسایه ها 3 خانم مسلم بودن که یکیشون با 2 از نوه هاش سفر میکرد. مثل اول هر آشنایی طبق معمول سوالات استاندارد: از کجا میای؟ کجا میری؟ چند وقت اینجایی؟ از اینجا خوشت میاد؟ و از این قبیل سوالات. باید ما آمودانم دیگه سر صحبت رو باز کردن و دیگه رفیق شدیم با هم کوپه ها و هم واگونی ها. برم این بالا چیزا رو بردارم. رد چی بفرما. توی قطار هر کسی مشغول کاری بود. بچه ها بازی میکردن یا کتاب میخوندن، بزرگترها هم یکی بافتنی میبافت یا با هم مشغول صحبت بودن یا سرشون توی تلفن. یکی از مادر بزرگ ها هم مرتب توی یک دفتر بزرگ مینوشت. خط زیبایی هم داشت. عده‌ای هم دائماً ظرفاشون رو پر از آب جوش میکردن و سوپ درست میکردن و قطار همچنان میرفت. Thank you.
روی هر واگن یک سماور هستش که روس هم بهش میگن سماور، این کلمه روسی هست در حقیقت، و آب جوش داره و همه تونتون میان چایی برمیدارن برای نوشیدنی و همچنین از این سوپای آماده خیلی ها میگیرن که در طول سفرشون میخورن. و خیلی جالب هستش این سماور، هم فیلتر داره هم اینکه یک قسمتی داره اگر قطار یک زمانی ایستاد و کار نکرد و اون انرژی که سماور میگیره قطع شد، از اینجا بتونن که چوب بریزن توی سماور و روشن بکنن تا اینکه آب جوش داشته باشن. این سوپای آماده گرفتیم که راحت ترین و بهترین چیز هست برای همچین سفری که بشه غذا خورد. خب سوپمون هم آماده شد، فعلا مغزم باید کار بکنه صبونه رو بزنم این سوپ داغ و خوشمزه رو تا به بقیه سفر ادامه بدم. بین راه قطار نگه داشته و میگن که حدود نیم ساعت توقف میکنه. حالا برای چی؟ ظاهرا لوکوموتیو قرار عوض بشه و خب همه هم اومدن پایین. اول همه گروه سیگاری ها ریختن پایین، شروع کردن به سیگار کشیدن بعد از یک مدت طولانی که سیگار نکشیده بودن. ولی خب چند تا از این کیوسک هم هست که میشه آب و نوشابه و چیپس و از این سوپ خرید و یک استراحتی هم کرد. هوا هم بسیار خوبه، آفتابیه و دمای بسیار مطلوبی داره. یکم اینجا منتظر میشیم تا اینکه لوکوموتیو جدید بیاد و اعلام بکنن که سوار بشیم و دوباره به راهمون ادامه بدیم. اکثر مسافرها از قطار پیاده شده بودن و همه توی آفتاب وایساده بودن و لذت می بردن. بعد از چند دقیقه لوکوموتیو جدید هم اومد و به قطارمون بست شد. بسیار خوشحال و هیجان زده بودم که این مسیر رو دارم با قطار طی می کنم. مسیر راه آهن سراسری سیبری. راه آهن سراسری سیبری با طول 9289 کیلومتر طولانی ترین خط راه آهن در دنیاست که بین مسکو تا ولادیوستوک در شرق روسیه قرار داره. 9289 کیلومتر یعنی شما 7 بار از تهران برین بندرعباس و برگردید. این راه آهن در سال 1891 میلادی ساخت اون به دستور الکساندر سوم تزار روسیه آغاز و 25 سال بعد در سال 1916 تمام شد، یعنی یک سال قبل از انقلاب کمونیستی روسیه. هرچند که مهندسان روس و مهندسان خارجی در ساخت این راه آهن نقش داشتند، ولی اکثر کارگران رو زندانیان و تبعیدی ها تشکیل می دادن که خیلی از اونها در حین کار بر اثر شرایط سخت کار و شرایط آب و هوایی از بین رفتند. تعویض لوکوموتیو انجام شده بود و قطار هم آماده حرکت. رفتم از یکی از این دکه ها آب و کواس بگیرم. کواس همون نوشیدنی معروف روسی که از نون و گندم درست میکنه. بعد از خرید آب و کواس سوار قطار شدم و به راهمون ادامه دادیم.